گرمی های فکر شماره 45 46 ببخشید، گرمی های فکر شماره 46. یک نوشته ای من دارم در کتاب از اغوا تا اغوا، آخرین یعنی نوشته پایانی این کتابه، به نام آرمان پسا متافیزیکی، و در رابطه با بحث گرمی های فکر پیشین یعنی شماره 44 که درباره ترانساندان تالکانت و ترکیب اون از ضرورت، یعنی ترکیب اون با مارکسیسم تو تاریخ سوسیال دموکراسی صحبت کردم، برای که اونو فکر کردم یه خورده بیشتر بشکافم، یک کمی از این نوشته آرمان پسا متافیزیکی رو فکر کردم روش بحث بکنم، اون بحث قبلی رو اون وقت بیشتر اونجوری خود به خود یعنی اون بحث بیشتر باز میشه. کلن این ترانساندانتال خب یه چیز به اصطلاح اپریوری و پیش از تجربیه و چیز متافیزیکیه، ولی علاوه متدولوژیکی در رابطه با آزاد اندیشی اهمیتش زیاده، چون خود کانت هم آدم آزاد اندیشی بوده. این ترانساندانتالیزم کانت رو باید تو مجموعه نظریه کانت شناخت و بررسی کرد تا آدم بتونه حتی در رابطه با زمان موجود آدم ازش استفاده بکنه، و این کاریه که کارل اوتو اپل، فیلسوف بزرگ آلمانی، این کارو کرده، یعنی اومده برای که این جنبه متافیزیکی این ترانساندانتال رو بگیره اونو اجتماعی و عملی بکنه، ترکیبی ساخته که این ترکیب بعدن تو فلسفه خیلی جا افتاد، یعنی ترانساندانتال پراگماتیک، ترکیبش اینه، یعنی اصول برترین عمل، اصول پیش رونده و بالنده عمل، یعنی این نیومده که کارل اوتو اپل با این ترکیب فقط ترانساندانتالیزم کانتو نقض بکنه یا باطل بکنه، برعکس، یعنی از اون استفاده کرده و جنبه این متدولوژیکی اون رو توی این ترکیب نشون داده، ولی اون رو ضمناً عرض کردم جنبه متافیزیکیشو گرفته و با پراگماتیک مدرن آزاد اندیشانه اون رو جمع کرده. یعنی همون طوری که با کانت ما وقتی بریم تو مارکس بیشتر به آزادی نزدیک میشیم، بعد تو فلسفه دیسکورس که کارل اوتو اپل که دوست هابرماس و لحاظ فلسفی مطلقا دست کمی از هابرماس نداره و حتی در این مورد بیشتر صاحب ابتکار این بوده و هابرماس هم از اون سود جسته، به هر حال گرفته این چیز، یعنی مدیون کانت زمنن در این چیز، در این ترکیب سازی ترانساندانتال پراگماتیک. بعد هابرماس میگه این و این ترانساندانتال پراگماتیک رو، یعنی پراگماتیک برترین و رها از سلطه بهش میگه، اینو میبره به گفتمان، به اصطلاح گفتمان رها از سلطه، یعنی هرشافتس فرای دیسکورس، با این پیوند میده و این جنبه آرمانی میده بهش، یعنی این به این وسیله هابرماس میخواد بگه پس آرمان خودش در اساس چیز بدی نیست، ایدئال خودش در اساس چیز بدی نیست، و این همون بحثیه که من در گرمی های فکر شماره 44 عرض کردم و گفتم این معنا توی زندگی مدرن خیلی کم شده، بحران معنا هست
و این باید چیز بشه، به این امر باید توجه کرد. هابرماس میگه این گفتمان رها از سلطه بهترین تضمین برای شناخت واقعی است، و این یه نرمایی داره، نرمای بهشون نرمای دیسکورس هم گفته. این نرما مثلا عبارتند از برابری اساسی شرکت کنندگان در دیالوگ، یا قابل منازعه بودن اساسی هر موضوع و نظری. ببینیم چجور این پراگماتیک ترانساندانتال رو هابرماس تشریح میکنه، نظر اپل رو که نظر خود هابرماس هم میشه. میگه قابل منازعه بودن اساسی هر موضوع و نظری، و بعد نرم بعدی باز بودن اساسی درهای دیالوگ برای مخالفین. یعنی اینها رو که خود چیز آلمانی شب که هابرماس به کار میبره، میگه ترانساندانتال پراگماتیش بدینگونگن، این شرایط، این پیشفرض‌های پراگماتیک ترانساندانتال، اینا جنبه آرمانی داره، اینا اصول برترین عملند. و بعد اینا خود اصطلاح ایدئالیزیرونگو هابرماس به کار میبره، یعنی آرمانی کردن اینها. هابرماس میگه درست اینا در حق وجود ندارن، یعنی این گفتمان رها از سلطه درسته که تو واقعیت وجود نداری، میگه باید ولی برای اون تلاش کرد. این جنبه آرمانی و ایدئالیزاسیون اونو نشون میده، یعنی بدون این ایدئالیزاسیون زندگی بشر خیلی پوچ و بی‌معنا میشه. اینه که مثلا این پروسه آرمانی کردن، حتی میگه اگر ما به اینجا برسیم، یعنی فکر بکنیم که اصلا در آینده این هم قابل تحقق خواهد بود، میگه ولی باید ما از هر امکانی باید استفاده بکنیم، و این ایده و این اندیشه و این احساس آرمان خواه رو که به طرف گفتمان رها از سلطه میره اون رو بگوییم، و صرفاً به اون پراگماتیزم اوریان بدون ترانساندانتالی رو که خشک و فقط روی ناممکن بودن صحبت میکنه به اون نباید تکیه کرد و مایوس شد. یعنی همون مسئله سیزیف، افسانه سیزیف آلبر کامو دیگه، یعنی اینن هم، یعنی میره و اصل بر اینه که نمیرسه، چون هی میفته اون چیز از روی دوشش، اون بار، ولی باز میگیره روی دوشش و میره جلو. و بعد کاما میگه از این اسطوره، اینو میگه ولی بالاخره هر بار یک اپسیلون جلوتر میره. این اپسیلون البته بعد عرض میکنم، یعنی در کمترین مقدار ممکنم که شده او جلو میره. این ایدئالیزیرونگ یعنی آرمان شدن که هابرماس میگه اینه. یعنی حالا اینم عرض بکنم، بین این ترانساندانتال که پراگماتیک میشه، پس اول بگم از این اصطلاح ترانساندانتال پراگماتیک ما اینو میفهمیم که پراگماتیک که یه عده مکتبش میکنن میفتن دنبالش، اون عیب داره، اون معیوبه، و همینطوری به عنوان فلسفه مدرن و پراگماتیسم و اینا نباید اینا رو که هر نوع آرمانی شدن ایده های انسانی رو نفی میکنن، به اونا نباید اعتماد کرد. یعنی حالا این رو میخوام عرض کنم که روشن فکران مذهبی، من در یه جایی گفتم روشن فکرا دسته های مختلفی هم، روشن فکر مذهبی داریم، روشن فکر چپ داریم، روشن فکر راست داریم، روشن فکر آزاد.
که من به اون میگم روشنگر، اینو در یه بحثایی دیگه قبلا مطرح کردم و در آینده بازم مطرح به تفصیل مطرح خواهم کرد. ولی حالا غرض از این گفته اینه که فرق بین روشنفکر مذهبی مثلا با روشنفکر آزاد اینه که اونها متافیزیک رو پراگماتیک میکنن، یعنی عقلانی میکنن، پراگماتیک میکنن متافیزیک رو، و این خیلی کار جالبی هم است. ولی روشنفکران آزاد که به هیچ ایدئولوژی هم از دین یا هر چیز دیگری وابسته نیستن، اونها ترانساندنتال رو پراگماتیک میکنن نه متافیزیک رو، و این فرق خیلی ظریف و به نظر من قشنگیه. فرق بین پراگماتیزه کردن ترانساندنتال و پراگماتیزه کردن متافیزیک، اون چیزی میشه که همین مکتب دیسکورس، همین کارل اوتو اپل و یورگن هابرماس اونو چیز کردن که از کردم میکشه به گفتمان، تلاش برای رسیدن به گفتمان رها از سلطه، یعنی دموکراسی در عالی ترین و عمیق ترین و ژرف ترین شکلش، و اون که متافیزیک رو چیز میکنه، پراگماتیک میکنه، عقلانی میکنه. البته مرحله ای از پیشرفت قابل تأیید جالبه، ولی ضمناً باید این مفاهیم از هم تفکیک بشن. فرق بین ترانساندنتال پراگماتیک با متافیزیک پراگماتیک، تا تو در این میان اندیشه آزاد.